ناتو علاقمند است که انتخابات تا حد امکان آن در فضای امن برگزار شود تا حقوق دموکراتیک افغانها مورد احترام قرار گیرد. ما کاملا هر تلاش خشونتباری را که به خاطر حراس میان رای دهندگان صورت میگیرد تقبیح میکنیم و ما اعلامیه های اخیر طالبان در این مورد را نیز تقبیح میکنیم. بسیار مهم است که افغانان توان رای دهی را داشته باشند و از حق دموکراتیک خود در فضای امن استفاده کنند. اولویت ناتو همین است. برخی از کاندیدا از همکنون اعلام پیروزی کرده و یا یکدیگر را به فساد و تقلب متهم کردند. موضع ناتو مشخصا در این مورد چی است؟ هر آن چیزی که روان انتخابات و به خصوص پیامدهای آن را مغشوش سازد قابل نگرانی است و ما امیدواریم که همه نامزدان و اشتراک کنندگان این روند اصول را مراعات کنند و منتظر نتایج رسمی باشند و در صورتی که نگرانی در مورد برگزاری انتخابات و یا ادعاها در مورد تقلب یا فساد وجود داشته باشد این شکایات باید از طریق مراجع قانونی صورت گیرد. بسیار مهم است که اصول باید احترام و رعایت شود. یعنی شما کاملا و به گونه دقیق با کار کرده کمیسیون های مستقل انتخاباتی و عملکردشان اعتماد داریم؟ در قانون اساسی تسجیل شده است که این کمیسیون ها کاملا نهادهای مستقل و آزاد انتخاباتی هستند. کمیسیون شکایات انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات و ما دیدیم که آنها تغییر کردند. مهم است که حاکمیت قانون، قانون انتخابات و قوانین مرتبط با آن مورد احترام قرار گیرند تا در صورتی که اگر تخطی وجود داشته باشد، باید مورد پیگرد قرار گیرد و عدالت تأمین شود. طالبان انتخابات را تهدید کردند و شما از هشدارهایشان آگاه هستین. واکنش شما به مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان چیست؟ آیا تفاوت نظر میان ناتو و آمریکا در مورد چگونگی پایان یافتن مذاکره و یا هم نهایی ساختن توافق بین دو طرف وجود داشت؟ ناتو به طور کامل از تلاش‌های ایالات متحده و زلمه خلیلزاد حمایت می‌کند. ایالات متحده نیز پیشرفت در روند مذاکرات را به طور منظم با ناتو شریک ساخته است. ما من حیث ناتو امیدواریم که هرچی زودتر مذاکرات بین الافغانی که شامل حکومت افغانستان، طالبان و افغانان دیگر باشد آغاز شود. پس شما خواستار آغاز سری و یا هم آغاز دوباره مذاکرات میان ایالات متحده با طالبان هستین که در واقع به دستور رئیس جمهور ترامپ منسوخ اعلان شده. فکر میکنم مهم است. طوری که گفتم ما راه را برای مذاکرات مستقیم بین الافغانی باید دریابیم. یک بخشی از متن توافق شده میان ایالات متحده و طالبان نیز به آغاز مذاکرات بین الافغانی تخصیص داده شده بود. بهترین راه برای رسیدن به این هدف از سرگیری روند مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان است. و تصمیم در این مورد مربوط به حکومت ایالات متحده می باشد. چیزی را که ما حمایت می کنیم یک توافق صلح آمیز میان حکومت افغانستان، طالبان و دیگر افغانان می باشد. ایالات متحده آمریکا برخی از کمک‌ها را به افغانستان به دلیل فساد به حالت تحریک درآوردند. آیا ناتو نیز مشی مشابهی را اتخاذ می کند و از این تصمیم ایالات متحده در واقع حمایت می کنیم؟ حمایت ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از طریق یک میکانیزم یا بودجه اختصاصی صورت میگیرد. در بودجه اختصاصی اردوی افغان نه تنها کشورهای عضو ناتو در آن سهم دارند بلکه تعداد وسیعی از کشورهای دیگر نیز در آن شریک هستند و ما این بودجه را مدیریت میکنیم. ما از چگونگی مصرف این بودجه راضی هستیم. همه متحدین از این بودجه حمایت می کنند. به طور مثال، این تعهد وجود دارد که این بودجه تا سال 2024 باید ادامه داشته باشد. در عین حال، متحدین ما در قبال مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نیز متحد هستند. بنابراین حمایت متحدین ناتو برای افغانستان ادامه دارد و بسیار واضح است.
در بین کشورهای عضو ناتو تا چه حد حمایت از مأموریت افغانستان وجود دارد؟ تمام نشانه هایی که من اوایل این هفته در بروکسل از سوی متحدین و همکارانمان در مأموریت حمایت قاطع دریافت کردم، نشان دهنده تعهد محکم و قوی حمایت قاطع از این مأموریت است و اطمینان از این که افغانستان خانه امن دهشت افغانان نشود. این مأموریتی بود که ناتو را به اینجا آورد و این هدف هنوز هم مأموریت ما باقی میماند و من متحدین و همکاران خود را قویاً به این هدف پابند میبینم. آیا تلفات غیر نظامیان در افغانستان شما را اذیت می‌کند؟ هر تلفات ملکی یک فاجعه بشری است و ما همه در ناتو برای از دست رفتن جان هر فرد ملکی متاسفیم. اجازه دهید فراموش نکنیم که طالبان عامل این خشونت‌ها هستند و این طالبان هستند که این خشونت را بر افغان‌ها تحمیل می‌کنند و تنها راهی که بتوان به خشونت در افغانستان پایان داد این است که طالبان به اراده مردم افغانستان احترام بگذارند. خب، تلفات نیروهای امنیتی افغان و همچنان غیر نظامیان بی‌نهایت در مقایسه با گذشته افزایش یافته است. در واقع واکنش شما چی است؟ همان گونه که گفتید امسال نبرد و خشونت شدیدتر است و این در نتیجه انتخاب طالبان است که اهداف خود را توسط اعمال خشونت علیه افغانها به پیش میبرند. مردم افغانستان خواسته خود را مبنی بر یافتن یک راه حل صلح آمیز برای این جنگ بسیار واضح ساختند. طالبان واقعا باید به خواست افغانها احترام بگذارند. اگر برگردیم به انتخابات، چی اگر بعد از انتخابات اوضاع میان دو کاندید که ممکن رقیب نهایی باشند بحرانی شود؟ آیا شما آماده رسیدگی به مطلق یک سناریو هستین؟ اگر هستین چگونه آماده هستین؟ مهم است که پس از انتخابات و پایان رای گیری همه کاندیدان ریاست جمهوری و حامیانشان به قوانین احترام بگذارند، مسئولانه عمل کنند و منتظر نتایج رسمی باشند. ما به تأکید روی این موضوع ادامه خواهیم داد.